قرار است بروز چهار شنبه هفته جاری پنجمین نشست چهار جانبه گروه هماهنگی صلح به اشتراک نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان به سطح سفرا در اسلام آباد برگزار شود. موضوعی که با تازگی محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آن را بیان کرده است. هرچند ارگ ریاست جمهوری در رابطه با این موضوع گفته است تا وقتی که پاکستان فیصله ها و تعهدات نشست چهارم گروه چهار جانبه را عملی نکند، افغانستان در سطح بلند در نشست های یاد شده اشتراک نخواهد کرد. با این حال اینجا شمار از اعضای مجلس سنا در این زمینه دیدگاهشان را چنین ارائه می‌دارند. هو رئیس دویان مرستیال خبری واریده چې هغوی مذاکرات نه دی رد کړي، بلکې ویلی دی چې پاک کچه باندې چې کومه توقع کیږي، البته که حاضر شي افغانستان د سفیر په کچه به حاضری، یعنی څه امکانات شته چې څه شرایط به د افغانستان یي چې پاکستان ته وړاندې کړي چې دا مذاکرات شروع کیږي. موږ هم غوښتنه نه داده چې تضمین باید ورکړي. روسیا دی ورګړه کی تر څو چې د ملت متحد په تر چتر لاندې د خبري رسمي شکل ونیسي، اوس داسې معلومیږي لکه په خپله چې یو څو مملکات را کړل شوي دي، هغه ټول د افغانستان د منافع په ضد دي. که چین هم دی زموږ داسې منافع په نظر کې نه نیسي نسبت پاکستان ته، که امریکایان هم دی زموږ سره په تضاد کې دي، همدغسې پاکستان خدای په مقابله کې سره ولاړ. از سوی هم شمار دیگر از اعضای مجلس سنا تاکید می‌ورزند کشورهای کمک کننده در روند گفتگوهای صلح به ویژه پاکستان باید ضمانت نمایند که صادقانه عمل خوان کرد. بار دیگر تزویر و فریب دشمن متوجه بوده باشند که خدای ناخواسته دوباره ما دامنگیر از این شیم. اگر مذاکرات شروع میشه و دولت افغانستان در او سهم میگیره، با ضمانت معتبر باشه که کشورهای منطقه، ملل متحد و به صورت خاص ایالات متحده آمریکا که در اینجا میتونن نقش عمده رو بازی بکنن، حکومت اشتراک بکنن در مذاکرات چهار جانبه. به خاطر ای که نتیجه میتونه میتونه گپ جداگانه است. ما هیچ وقت باید دروازه مذاکرات صلح بسته نشوه و ما امیدوار هستیم که این بار پاکستان صادق باشه و همه قسمی که وعده داده بود بتونه مخالفین مسئله افغانستان که گروه هماهنگی چهار جانبه به شمول افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین از ماه جنوری سال جاری به این سو تلاش دارد تا مذاکرات صلح افغانستان اثر گرفته شود، اما عدم پیشرفت در این پروسه نامیده‌های ایجاد کرده است و طالبان با شورشگری و حملات خود در بسیاری ولایت‌های افغانستان افزودند.